سلام به شما همراهان همیشگی رادیو سلامت امیدوارم حال احوالتون خوب باشه من پگاه هستم و خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما عزیزانم خوراکی های سالم برای صبحانه که به کاهش وزن کمک می با من همراه باشین و همینطور لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید زمانی که قصد کاهش وزن دارید، صبحانه می تواند روند دریافت کالری برای باقی روزتان را تنظیم کند. مصرف غذاهای اشتباه در صبحانه می تواند ولع شما به خوردن را تقویت کند و حتی قبل از شروع روز برنامه تان را با شکست مواجه کند. از طرف دیگر، پر کردن میده با غذاهای مناسب می تواند باعث کاهش ولع و اشتهای شما تا وقت نهار شود. به این ترتیب نیاز به خوردن تنقلات و میان بعد ندارید و وزنتان به راحتی کاهش خواهد یافت. تخم مرغ این ماده خوراکی سرشار از پروتئین و مقادیر زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی مهم مانند سلنیوم و ریبوفلاوین است. تخم مرغ یک ماده خوراکی بسیار مغذی محسوب می شود و به لطف پروتئین فراوانی که دارد زمانی که به عنوان صبحانه مصرف می شود اشتها را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش جدی وزن می شود. برای اینکه یک صبحانه مقوی و خوشمزه داشته باشید، می توانید دو یا صد تخم مرغ را به هر سبکی که دوست دارید بپزید، سپس آنها را با یک وعده سبزیجات مورد علاقه ترکیب کرده و میل کنید. موز موز سرشار از فیبر است. فیبر می تواند به مدت طولانی تری شما را سیر نگه دارد. موزهای نارس همچنین حاوی نشاسته مقاوم هم هستند و به کاهش مقدار مصرف مواد غذایی و چربی شکمی کمک می کنند. موز را می توانید به تنهایی یا به صورت برش خورده در کنار ماست یا جوی دو سر مصرف کنید. ماست این خوراکی سالم برای صبحانه خوشمزه و سیر کننده است. می تواند یک افزودنی فوقلاده برای رژیم غذایی کاهش وزن باشد. به طور خاص، ماست یونانی در هر وعده مقدار مناسبی از پروتئین را به شما ارائه می دهد و همین سبب می شود که این ماده خوراکی یک غذای ایدئال برای صبحانه رژیم کاهش وزن باشد. یک وعده ماست یونانی را با مقداری میوه و دانه چیا مخلوط کنید تا یک صبحانه به شدت مقنزی داشته باشید. اسموتی ها اسموتی ها می توانند خوراکی مناسبی برای افزایش مصرف فیبر و پروتئین به منظور کاهش گرسنگی و تسریع روند کاهش وزن باشند فقط یادتان باشد هنگام درست کردن اسموتی مواد غذایی پرکالری را به میزان بیش از حد در ترکیبتان اضافه نکنید انواع توت انواع توت مانند توت فرنگی، بلوبری و تمشک سرشار از مواد مغذی هستند به این معنی که کالری آنها کم است اما به میزان زیادی مواد مغذی بسیار مهم دارند. توت ها علاوه بر تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مهم، سرشار از فیبر هستند که می تواند سطح گرسنگی و حجم مواد غذایی مصرفی را کاهش دهد. ده شما می توانید انواع توت را به اسموتی صبحانه جوی دو سر یا ماست خود اضافه کنید تا از مزایای بی‌نظیر آنها برای کاهش وزن بهره مند شوید. گیری فروت گیری فروت جزء محبوب بسیاری از رژیم های لاغری و برنامه های کاهش وزن است. گیری پروت علاوه بر اینکه کالری کمی دارد، دارای فیبر و آب بسیار زیادی است که هر دو برای کاهش وزن مفید هستند. برش های تازه گریپ یک افزودنی عالی برای وعده صبحانه است. اما توجه داشته باشید در صورت مصرف هر گونه دارو قبل از خوردن آن حتما با پزشک خود مشورت کنید. قهوه برخی مطالعات نشان دادند که قهوه صبحانه می تواند مزایای زیادی برای کاهش وزن و چربی سوزی به همراه داشته باشد این نوشیدنی به دلیل دارا بودن کافئین با افزایش متابولیسم و چربی سوزی می تواند به کاهش وزن کمک کند فقط مطمئن شوید که بیش از حد قند یا خامه به قهوهتان اضافه نکنید زیرا آنها به نوشیدنیتان کالری اضافه می کنند و برخی از خواست بالقوه قهوه, قهوه برای سلامتی را از بین می کیوی کیوی ویتامین C، ویتامین K و پوتاسیوم دارد. بنابراین دارای یک پروفایل تغذیه‌ای قابل توجه است. این میوه همچنین منبع خوبی از فیبر است. کیوی خرد شده یک افسودنی عالی برای صبحانه است. روش دیگر برای مصرف این میوه افسودن آن به ماست، اسموتی یا غلات صبحانه است. کیوی همچنین به عنوان یک ملین طبیعی با تحریک حرکات دستگاه گوارش عمل دف را منظم می کند و سبب می شود که وزن آب بدنتان موقتا کاهش یابد. چای سبز چای سبز به لحاظ تأثیری که روی متابولیسم و توانایی چربی سوزی دارد به طور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته. روش های بیشماری برای لذت بردن از چای سبز در وعده صبحانه وجود دارد. سعی کنید چند قطر آبلیموی تازه به آن اضافه کنید. کمی اصل به آن بیافزایید یا چایتان را با زنجبیل یا نعنا دم کنید تا از طعم متفاوت و فوقلاده ترکیب لذت ببرید. دانه ی چیا این دانه های کوچک اما قدرتمند یک مکمل عالی برای وعده صبحانه هستند. دانه چیا سرشار از فیبر است و می تواند آب را جذب کند و ژل تشکیل بدهد که در مده شما باز شده و به این ترتیب سبب می شود که به مدت طولانی تری احساس سیری داشته باشین. این دانه های قدرتمند همچنین سرشار از پروتئین هستند که می توانند روند خالی شدن معده را کند کنند و سطح گرلین هورمون مسئول تحریک گرسنگی را کاهش دهد. دانه های چیا یک افزودنی خوشمزه و بسیار مغذی برای چای، اسموتی و جوی دوسر هستند. جوی دوسر جوی دو سر یک گزینه سالم و خوشمزه برای صبحانه است به خصوص اگر به دنبال کاهش وزن هستید جوی دو سر کالری کمی دارد اما از نظر فیبر و پروتئین بسیار غنی است دو ماده مغذی که روی اشتها و کنترل وزن تاثیر مثبتی دارند همچنین جوی دو سر منبع عالی بتا گلوکان است نوعی فیبر که ثابت شده روی همه چیز تاثیر میگذارد از عملکرد سیستم ایمنی بدن گرفته تا سلامت قلب تخم کتان تخم کتان سرشار از فیبر چستناک است نوعی فیبر محلول که آب را جذب می کند تا نوعی ژل در روده شما ایجاد شود مطالعات نشان می دهند که فیبر محلول در کند شدن هضم تا حد زیادی مؤثر است. به این ترتیب که می تواند به کاهش اشتها و کاهش کالری دریافتی و در نتیجه کاهش وزن کمک کند. تحقیقات نشان می دهند که افزودن بذر کتان به رژیم غذایی می تواند تاثیر زیادی در کاهش وزن و کنترل اشتها داشته باشد. تخم کتان همه کار است و به راحتی می توانید از فواید آن بهره من شوید به عنوان مثال می توانید پودر تخم کتان را رو رو روی غلات صبحانه ایتان بریزید و یا از آن برای مغذی کردن اسموتی صبحگاهی استفاده کنید یا حتی آن را با آب مخلوط کرده و به این ترتیب فیبر بیشتری دریافت کنید آجیل و مغزها مغزها تعادل کاملی از فیبر، پروتئین و چربی های سالم را برای قلب فراهم می کنند و به همین دلیل می یک افزودنی عالی برای وعده صبحانه باشند. یادتان باشد، مغزها کالری بسیار زیادی دارند بنابراین مصرف آنها را به یک وعده محدود کنید تا کالری دریافتیتان بالا نرود. زنجبیل زنجبیل را به شیرینی های صبحتان اضافه کنید. مطمئنا زنجبیل در کیک ها و کلوچه های محبوبی استفاده می شود. شیرینی زنجبیلی، کوکی زنجبیلی، نان زنجبیلی و موارد دیگر. اما شما می توانید کلوچه ها و نان های صبحانه تان را با استفاده از زنجبیل خوشعت را قویتر کنید. در صورتی که روزتان را به درستی آغاز کنید و مواد غذایی مناسبی بخورید، تفاوت زیادی را در روند کاهش وزنتان احساس خواهید کرد. خوردن مواد غذایی سالم برای صبحانه سبب می شود که ولع و میل به خوردن را راحت تر کنترل کنید و به اهداف کاهش وزنتان با سهولت بیشتری دست پیدا کنید. به یاد داشته باشید که پیروی از رژیم کاهش وزن فقط با خوردن یک صبحانه سالم به انجام نمیرسد در طول روز هم حتما برنامه غذاییتان را با غذاهای کامل و مغذی پر کنید تا هم اوضاع سلامتیتان را به سطح بهینه برسانید و هم روند کاهش وزنتان را تسریع کنید مرسی که با من همراه بودین امیدوارم از این ویدیو استفاده کنید تنتون سالم و لبتون خندون باشه تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار